به نام خداوند بخشاینده و مهربان، سلام، وقتتان بخیر. با یکی از ویدیوهای دیگر از این کانال خوش آمدید. توجه کنید به چند رویداد کوتاه خبری که تازه به دسترس ما قرار گرفت. ریاست عمومی اداره امور تحت مدیریت طالبان روز شنبه 27 جوزا با نشر خبرنامه نوشته است که بر اساس پیشنهاد وزارت کار و امور اجتماعی این گروه و فیصله کابینه، این تصمیم از سال روان قابل اجرا است. کابینه طالبان روز 9 سنباله را به مناسبت خروج آخرین سرباز آمریکایی از افغانستان در 9 سنباله سال 1400 رخصتی عمومی اعلام کرده است. این تصمیم در نشست روز سه‌شنبه هفته گذشته کابینه طالبان به ریاست مولوی عبدالکبیر، معاون سیاسی و سرپرست ریاست الوزرای این گروه گرفته شده است. طالبان بر تالارهای زنانه هرات محدودیت‌های تازه اعمال کردند. اداره امر به معروف طالبان محدودیت جدید بر تالارهای عروسی زنانه در استان هرات وضع کرده است. شماری از مالکان تالارها روز چهارشنبه به اندپندنت فارسی گفتند که اداره امر به معروف طالبان هشدار داده که اگر محدودیت‌های تازه را عملی نکنند، با آنها برخورد قانونی صورت خواهد گرفت. در اطلاعیه اداره امر به معروف طالبان این موارد ذکر شده است. پخش هر نوع موسیقی در تالارها ممنوع است. نواختن دایره ساده آزاد است، ولی زنگولدار ممنوع باشد. رفتن داماد به مراسم زنانه ممنوع است و با متخلفان برخورد قانونی صورت خواهد گرفت. فیلم برداری، عکاسی و بردن گوشی ها داخل سالن زنانه ممنوع می باشد. توزیع غذا در انگام نماز جمعه و جماعت ممنوع است. زنان حجاب اسلامی را انگام ورود به تالارها مراعات کنند و گزارش زنان بی حجاب باید داده شود. محل تبدیل لباس داخل سالن های زنانه فوراً مسدود شود. وقت شروع و ختم محفل از سوی مالکان تالار تعیین شود و همه مجبور به قبول کردن هستند. یکی از مسئولان تالارهای عروسی به اندپندنت فارسی گفت که وضع محدودیت‌های پی در پی بر فعالیت آنها باعث رکود اقتصادی آنها خواهد شد. او گفت در زمان حکومت طالبان برگزاری مراسم عروسی و خوشی نسبت به حکومت پیشین خیلی کم شده است. بیشتر تاجران کشور را ترک کردند و عروسی‌هایشان را در خارج می‌گیرند. حالا هم اداره امر به معروف هر روز سختی جدیدی بر کار ما تحمیل می‌کند. تا اینک مقام های رسمی طالبان در مورد این محدودیت ها ابراز نظر نکردند. این در حالی است که به تازگی اداره امر به معروف طالبان در هرات به تمام رستوران ها دستور داده بود که زنان بدون محرم شرعی را اجازه ورود ندهند. بلاول بوتو زرداری، وزیر امور خارجه پاکستان، گفته است که طالبان به خواستهای جهان تن دهند و مسائل همچون رعایت حقوق بشر، ایجاد حکومت فراگیر و پیکار با گروه‌های تروریستی را جدی بگیرند. زرداری در انگام سخنرانیش در اینستیتوت مطالعات استراتژیک اسلام آباد از جامعه جهانی نیز خواسته است تا با طالبان به منظور جلوگیری از بحران بشری در افغانستان تعامل کند. آقای زرداری گفته از جامعه جهانی باید به پشتیبانی و کمک برای جلوگیری از هر گونه فاجعه انسانی در افغانستان ادامه دهد و برای ایجاد اقتصاد پایدار برای توسعه بلند مدت در این کشور نیز کمک کند. منابع محلی میگویند که نیروهای استخبارات طالبان یک کارمند امنیت ملی حکومت پیشین را در کابل بازداشت کردند. منابع میگویند این نظامی پیشین که غیاث الدین نام دارد، صبح امروز شنبه 27 جوزا از مربوطات خیرخانه شهر کابل بازداشت شده است. به گفته منابع، غیاث الدین پس از سقوط حکومت پیشین بیکار بوده و با هیچ گروه ارتباط نداشته است. او باشنده اصلی ولسوالی رخه پنچیر را در شهر کابل زندگی میکرد. تا کنون انگیزه بازداشت این نظامی پیشین معلوم نیست. دفتر سرمفتش آمریکا برای بازسازی افغانستان یا سیگار میگوید که طالبان با چالش‌های فزاینده امنیتی از سوی گروه‌های مختلف برای حفظ قدرتشان مواجهند. دفتر سرمفتش آمریکا برای بازسازی افغانستان در گزارش ربع اول سال روان میلادی از داعش، القاعده و گروه‌های مختلف مقاومت ضد طالبان به ویژه جبهه مقاومت ملی نام برده است. در گزارش سیگار آمده است که شورای امنیت ملل متحد در فوریه سال روان هشدار داد که افغانستان همچنان منبع اصلی تهدید تروریستی برای آسیای میانه و جنوبی است و چندین گروه تروریستی از جمله القاعده، تحریک طالبان پاکستان و
کاوش خراسان از فضای موجود به دلیل فقدان استراتژی امنیتی مؤثر طالبان لذت میبرند و آزادانه تحرک دارند. منابع در فاریاب میگویند که یک زن باردار در ولسوالی قیصار این ولایت خودکشی کرده است. این زن باشنده روستای ارزلیک ولسوالی قیصار بود و عصر روز گذشته با خوردن مرگ موش به زندگیش پایان داده است. یک منبع از این زن به نام لیلمان نام برد و گفت که وی 32 سال سن داشت و حین خودکشی 7 ماه عمل بود. و گفته منبع این زن 3 کودک دیگر نیز داشته است. منبع دلیل خودکشی لیلما را خشونت‌های خانوادگی دانست و افزود که وی زن دوم یک مرد بود. طبق ادعای منبع لیلما همواره مورد خشونت و بدرفتاری شوهرش قرار می‌گرفت. و در پایان تاج‌الدین سروش روی برگه تویترش نگاشته است: منابع محلی در بدخشان میگویند ساعت پیش یک انفجار در ولسوالی ارغنج‌خواه رخ داده است. گفته می شود ماین کنار جاده موتر طالبان را هدف قرار داده است. مردم محل دیدند که امبولانس ها به سمت شفاخانه حرکت کردند. طالبان تا حال در مورد این انفجار چیزی نگفتند. برای جزئیات بیشتر این خبر با ما باشید. تا بعد، بدرود.